بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، کسایی که در خارج از کشور هست، کسایی که در خارج از داخل از کشور هست، کسایی که همراه ما همکاری کردن، جان و سپاس. و امروز ما به مو اساس همکاری شما، کسایی که واقعا مستحق است به وضاحت است، ما رو دریافت کردیم و امروز کمک های شما رو برشان رساندیم. شما میتونید خودتان جزئیات از نزدیک ببینین. آهسته آهسته میریم به طرف اولی کسایی که در کجا زندگی میکنن و چقدر مشکلات است. همه شما میخواییم با چشم خود ببینیم و شما هم ببینیم تا احساسی که ما شما داریم در مقابل ازی مردم خود، ملت خود، وار خود، بیادر خود، میخواییم رو آشکار بسازیم و همه گیم با تمام دنیا بسان آشکار بسازیم. این یک خانه است که یا زندگی میکنن، از این خانه کرام میتن، خوارا ما کجا هستن یا همشون باشم ملاقات خود کردیم، مشکلات شده فرسان میکنیم دیگه هم. و کسایی که امروز با ما همکاری کردن در بخش وسایدات همکاری با غریبا و با فقرایی که در افغانستان است، با فقرایی که ما داریم اینجا، اجناسی که کمک کردن ما کارش را رساندیم برای یک فامیل، البته نیست برای زیاد فامیل است که ما میخواییم این کار را پیش ببریم، البته توسط کمک شما است. فامیل هایی که جه هستن، بارای ما که جه هستن، مادرای ما که جه هستن، اطفال یتیم که در افغانستان ما داریم، همشون به ما نیاز دارن. و این خوارای ما هست که در یه هوای سرد زمستانی بیوه هستن، طفل های یتیم دارن، خانه کرایی دارن، همهش از کمک شما و کمک شما ما بعد افزار که توانستیم او را خریداری کردیم برشان و امروز تقدیمشان می نماییم. عزت ما شماست، آبروی ما شماست، ما شما خواسته باشیم و کند می تانیم که یارا کمک ما کنیم. کمک هایی که از دوستای ما از استرالیا و از کانادا و از امریکا، جایی که به امروی ما کمک کردن که ملتگر ها هم کمک کنیم. و حالا میگیم مشکلات خودی از این فامیل از دان خودشان میشنیم که مشکل فامیل تا چی هر مشکل هم دارد و میخواییم که از دان خودشان میشنیم. با هر ما سلام برادر، خوب بسیم، سرکنم تشکر میکنم که این کمک ها به کسایی شده که مثال مسکین بیچاره و مثل ما خو هزاران تا مسکین بیچاره در شهر کابل ما کلگی به می چیزا مبتلا هستند، در نیستی، در ناداری، در بیچارگی. ما در این وقت مثال بیچاره و مسکین بدیم، ما اتر چی نداشتیم، یتیمدار همی زنی ور ما مست یتیمدار، همی کل ما یتیمدار هستیم، در می خانه که زندگی میکنیم، همی خانه کرایی است، اتر خانه شخصی از خود نداریم دیگه. اینمی چیزایی که بر ما کمک شده از هموطنای ما که از خارج بر ما کمک کردن یا از داخل کردن یا چی، خدا جان جور بدهشان، سلامت باشن، تشکر یک جان از ایشان که ما اینطور مثال این چیزا را اینا بر ما آورده شده. ما میاله نان خوردن نداشتیم، زندگی ما بسیار خراب بود. اینمی برادران که شما مثال به دست از اینا رساندین و بر ما این چیزا را خوراکه با بر ما چی شده، بسیار زیاد تشکر میگیم که چی در خارج هستن خیر ببینن، خدا چانه جور بدهشان خیر ببینن. اینام که بر ما ای چیزایی که اوله شده بر ما رساندن ازشان خدا راضی باشه، بسیار زیاد تشکر میکنیم از اینا. ما مریضی که مریضم دارین شما؟ مریض داریم دیگه، مریض ما در داخل خانه است. ما خودم هم 3 دفعه عملیات شدیم، دلاور سرطان عملیات کردیم دیگه. حال یا من یک عملیاتم باقی مونده بود دیگه، قدر ما خودم پول نداشت که برم دیگه. حال یا در داخل خانه یک مریض داریم که ایوارم از دیوانه است دیگه، بسیار بیچاره داره چی نداره که حتی همون نانش هم مثال همراه قاشق دادانش میکریم، نان خود خورده نمیتونه، در جان خود نمیفهمه، نقصی دوا داره دیگه، داره بسیار مشکل خراب زندگی داریم ما. حالا میریم از داخل خانه خود آگاه میشیم که میگن که ایوار ما دیوانه است، مغزش کار نمیکنه. از داخل خانه شون میریم آگاه میشیم که همه مطمئن ما که چی در خارج و چی در بیرون کشور هستن آگاه شون. این ورم است، اینمی تکلیف اصاب دارد، دوای اصاب میخوره، مربوط شفاخانه علی‌آباد است دیگه، دیوانه است، طور اصاب جور نداره، اصاب سالم نداره، فقط اینمی قسم که افتیدگی میبینینش، اینمی طور افتیدگی است. حالی هم شما برادرها آمدین که من خیستان دمشه که فقط مثال از شو که 6 بجه شام که میخوابه تا اینمی طرف های 3 بجه 4 بجه
هیلک از خواب بیدار میشه. این همه تو گنگ سپول افتگی است. اینی زندگی است، اینی خانه است، اینی جای است. اینه تو دو تا سیاسر زندگی میکنیم ما اینجا. بتونه این دوستای عزیز، افغانای عزیزی که در خارج و در داخل کشور هستین، ما یک چیز میگم که افسوس به حال کسی که داره و نمیکنه برای این فقرا. این زندگی یک افغان ما شماست. گفتنش بسیار سخت است واقعیت. حتی یک چیز ندارم که مثال در سر خود پردیم. مثال امی مریض است، این چیزایی که هست که مثال کسایی داده، همسایا داده، دگه داده، در سر از اینا انداختیم. اونجا همشه که میبینین این امی چلو جنده است که همسایا داده. این توشکایی است که در زیر پای مندازیم. این امی میخوابن مندازیم که اقلا شوق این خانه نم داره. بله. تر است. بله. که میخوابن از یک شهر خیستن هم میدانن. بسیار در وضعیت کلگی امشتکای ما، طفلای ما علامت خراب می باشد، چون که دو فامیل زندگی می کنیم، دوی ورزن هستیم، بسیار حالت خراب، زندگی خراب دیگه. این همه تا حال که می بینین دیگه است، شما هم بفامین دیگه چی داخل است، چی در خارج است، ما را هم در کنین، خودتان هم بفامین، این برادر هم خدا خیرشان بده، شما را هم خدا خیر بده که اگر در خارج هستین، داخل هستین، خدا که ایتان باش و خوبی کند. بشکر یک جان. دیگه دوستای عزیز، دیگه هرچی که بگوین در باره افغانهای خود واقعا بسیار کم است، چون ما همه چیزا میریم از نزدیک میبینیم. و خواهش ما، امید ما از همون تجارهایی که در چی داخل کشور هستن، چی در خارج کشور هستن، برای خوار ما، برای بیادرهای ما که در اینجا هستن، لطفا کمک نمایین. با من الله توفیق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال کسانی که اموال خود را در راه الله سبحانه و تعالی انفاق می کنند همانند دانه است که 7 خوشه برویاند که در هر خوشه 100 دانه باشد و الله سبحانه و تعالی برای هر کس که بخواهد چند برابر می کند و الله سبحانه و تعالی گشایشگر داناست.